سرخط مهمترین خبرها. اشرف غنی چگونه فرار کرد؟ اعتراف اشرف غنی: نیروهای امنیتی شکست نخوردند، ما در سیاست شکست خوردیم. و در پایان محمد کریم خلیلی: انحصار قدرت به نفع آینده کشور و هیچ طرفی نیست. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها: محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که در پاکستان به سر می برد، در واکنش به تحولات اخیر کشور گفت است که انحصار و تصاحب قدرت به نفع آینده کشور و هیچ طرفی نیست. خلیلی روز چهارشنبه 27 اسد در صفحه فیسبوکش نوشته است: رویداد اخیری که طی آن پایتخت کشور از سوی تحریک طالبان تصرف شد، بار دیگر کشور ما را با یک دگرگونی عظیم روبرو ساخت. این دگرگونی تنها در بعد نظامی و سیاسی خلاصه نمی شود، بلکه پیامدهای آن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. و افزوده است که با جمعی از سیاسیون کشور به اسلام آباد سفر کرده است تا حمایت مقام های دولت پاکستان را برای کمک به تشکیل یک حکومت فراگیر، همشمول و مبتنی بر تفاهم و عدالت در افغانستان جلب کند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تاکید کرده است که پاکستان حمایتش از دایه تشکیل یک حکومت همشمول و مبتنی بر رضایت همه مردم، شخصیت‌ها و محورهای سیاسی افغانستان را به شکل روشن اظهار کرده است. و این در حال است که خبرگزاری کاویان از چگونگی فرار اشرف غنی می نویسد: برنا کریمی از چهره های شناخته شده و از افراد نزدیک به حنیف اتمر نوشته است که اشرف غنی در مورد فرارش دروغ می گوید. او حتی گفته است که افراد مسلح که گویا با زبانهای غیر از زبانهای ملی صحبت می کردند، اشرف غنی را انتقال دادند که آقای غنی اصلا در این مورد جزئیات نداده است. موردی که می تواند سرآغاز یک تحقیق باشد. اشرف غنی دروغ می گوید. همکاران ریاست تشریفات ریاست جمهوری بیشترشان در بخش VIP میدان بعد از فرار وی و به خاطر خارج شدن از افغانستان حضور داشتند و روایت ایشان دروغ اشرف غنی را ثابت می سازد. آنها خصوصی به من اظهار داشتند که تا ساعت 2:30 آخرین ملاقات را با حنیف اتمر، متین بک و سلام رحیمی داشت. هنگامی که اینها را رخصت می کند، بهانه می آورد که من یک ساعت می خوابم. این سه نفر برای غذا خوردن به تعمیر سنگی می روند و حین غذا خوردن حنیف اتمر پیامی دریافت می کند که اشرف غنی فرار کرده است. این سه نفر نیز از همان جا سوی میدان تیاره حرکت می کنند. بر روایت یکی از کارمندان ریاست تشریفات، اشرف غنی به سهراب می گوید که تنها او همراه با آنها بیاید. سهراب به کارمندان دیگر در سکرتریت می گوید که بروند و یکی دو دست لباس با خود بگیرند که سفر دارند. تا آنها برمی گردند جا بوده و جولانی. درامه رفتن به وزارت دفاع و اختطاف وی توسط نیروهای امنیتی محافظت رئیس جمهور کلن کذب و دور از واقعیت است. اگر چنین می بود، فضلی و محب و بی بی گل و غیر منصوبین از کجا رسیدند؟ اشرف غنی حتی بعد از فرار نیز اشخاص مسلح که به غیر از زبانهای ملی افغانستان صحبت می کردند را نیز افشا نمی کند. این می تواند شروع تحقیقی باشد تا بدانیم کدام کشور به وی کمک کرده تا از آنجا خود را به کشور امارات برساند. در این مورد بعدها بیشتر می نویسم. هنوز همکاران ارگ به خاطر سراسیمگی و خوف نمی خواهند صحبت کنند. و در پایان روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه دیگر نیز می نویسد: اعتراف اشرف غنی: نیروهای امنیتی شکست نخوردند، ما در سیاست شکست خوردیم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین که
اکنون در امارات متحده عربی به سر می برد، در یک پیام تصویری درباره تحولات اخیر افغانستان، رفتنش از کشور و اتهاماتی که علیه او مطرح است، وضاحت داده است. او در این پیام تصویری که چهارشنبه شب 27 اسد از طریق صفحه فیسبوکش نشر شد، گفت که به دلیل یک توطئه در حال وقوع مجبور شده است که کشور را ترک کند تا از خونریزی جلوگیری شود. غنی گفت که روز یکشنبه 24 اسد طبق معمول کارش را آغاز کرده بود و زمانی که میخواست به وزارت دفاع ملی برود تا چگونگی تأمین امنیت کابل را مدیریت کند که مسئولان امنیتیش آمدند تا توطئه را خنثا کنند و او را بیرون کشیدند. اشرف غنی میگوید با وجودی که طالبان تعهد کرده بودند که وارد کابل نمیشوند، اما افراد این گروه در اطراف ارگ ریاست جمهوری جابجا شده و محافظانش توان تأمین امنیت را از دست داده بودند. او افزود که این توطئه دروغ داشت. باید کابل میماند، خونریزی و ویرانی پایتخت را نظاره میکرد. با گفته اشرف غنی، طالبان همکاران داخلی و حامیان بیرونیشان گفته بودند که با حضور او در قدرت راه حل مسالمت آمیز را نمیبینند. در حالی که غنی میگوید میخواست درباره انتقال مسالمت آمیز قدرت و جلوگیری از خونریزی و ویرانی با طالبان مذاکره میکرد، اما طالبان پس از خروج غنی وارد کابل شدند. غنی افزود که در این صورت او مسئول شناخته میشد که به خاطر قدرت سبب ویرانی کابل شد و جوی خون مانند یمن و سوریه در کوچه های کابل جاری میشد. رئیس جمهور پیشین گفت زمانی که او مجبور شد کابل را ترک کند، طالبان و چهره های ناشناس که به زبان های افغانستان صحبت نمی کردند بدون هیچ مقاومت وارد ارگ شدند و اتاق به اتاق دنبال او می گشتند. طبق ادعای غنی، برنامه این بوده است آنچه که 25 سال پیش به وقوع پیوست بار دیگر تکرار شود. اشاره او به اعدام نجیب الله رئیس جمهور اسبق کشور به دست طالبان است. غنی گفت که اگر در کابل میماند، رئیس جمهور را در برابر مردم افغانستان اعدام میکردند و فاجعه بزرگ و شرمناک تاریخ بار دیگر تکرار میشد. او افزود که از مرگ با عزت ترس ندارد، اما به عزتی افغانستان برایش قابل قبول نیست. اشرف غنی افزود که با خروج او از افغانستان از یک فاجعه خونین و تحقیر افغانستان جلوگیری شده است. او گفت که دشمن تاریخی افغانستان که از کشور خاص نام نبرد، بارها گفته بود که سر رئیس جمهور افغانستان را می‌خواهد. با گفته او، کسانی که قضاوت کردند اشرف غنی افغانستان را فروخته و به خاطر منافع مالی خود فرار کرده است، باید با عجله قضاوت نکنند. اشرف غنی گفت که برای شخصیت کشی او در چند روز گذشته بسیار کار شده است. غنی گفت هر کسی که به مردم افغانستان گفت که اشرف غنی افغانستان را فروخت و برای منافع مالی خود کشور را ترک کرد، باور نکنند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.